برنامه تمرینات فشرده باله‌ای که مادام شوبر ترتیب داده بود و پشتکار و علاقه وافرم منجر به این شد که یک سال قبل از اتمام تحصیلاتم در آکادمی باله به عنوان رقصنده حرفه‌ای به استخدام اپرای بزرگ و نوساز شهر گوتنبرگ در بیام. سال 95 برای ادامه تحصیل در رشته رقص و کوروگرافی وارد دانشکده عالی رقص مادام روزل هایتاور در کن در جنوب فرانسه شدم و سال بعدش با مدرک کارشناسی ارشد یا فوق عالی فارغ التحصیل شدم. بعد از کار و فعالیت در چندین گروه و سازمان باله، بعد از تموم شدن تحصیلاتم آمال آرزوی بازسازی سازمان باله ملی ایران منو به اون واداشت که فعالیت‌هایی رو در این زمینه شروع کنم. به وجود آوردن یک کمپانی باله جدا از مسئله هنریش مستلزم انجام کلی کارهای اداری و ادمنیستراتیوه. فعالیت‌هام رو برای تأسیس سازمان باله ایران در 1998 شروع کردم و این فعالیت‌ها و دوندگی‌ها که ارتباط و مذاکره با بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی رو برای من برمغان آورد تا سال 2002، یعنی به مدت 5 سال ادامه پیدا کرد. این عکسی است از یک سمینار موسیقی در نزدیکی هامبورگ و جایی که با دوستانم ماریو تقدسی و زهره جویا خوانندگان اپرا و همچنین مجید درخشانی تارنواز و آهنگساز ملاقات کردم. در حین کار روی پروژه باله ایران یه روز به طور اتفاقی در اینترنت به مطلبی در مورد تاریخ باله جمهوری آذربایجان برخوردم. مطالعه این مطلب منجر به ارتباط با رفیق آخوندوا و همسرش مقصود ممدوف شد که از بزرگترین رقصندگان و طراحان باله دوران اتحاد جماهیر شوروی هستند. کمی بعد برای دیدن این اشخاص و هنرمندهای دیگه آذربایجانی به باکو رفتم. این عکس در باکو و در کنار هنرمندان نامدار آذربایجانی رفیق آخوندوا، جهانگیر سلیم خانوف، اکشین علیزاده، مقصود ممدوف و طاهر طاهروف که همگی ملقب به هنرمندان خلق آذربایجان هستند گرفته شده. نتیجه سفر و ملاقاتم با این هنرمندان آذربایجانی و اعتبار نیم میلیون کرونی که دولت سوئد برای پروژه بازسازی سازمان باله ملی ایران در زمان خودش نام و اعتباری بین المللی داشت این بود که جدا از آثاری که من خودم برای اولین برنامه سازمان باله ایران طراحی و کارگردانی کردم، دو اثر هم از آذربایجان در نمایش بازگشایی باله ایران گنجوندم: باله بابک خرمدین و هفت پیکر نظامی گنجوی. متاسفانه به مدت 20 سال از رپرتوار باله اپرای آذربایجان خارج شده بود و من افتخار اینو پیدا کردم که بعد از 20 سال جون تازه‌ای در این دو اثر فراموش شده بدمم و برای اولین بار اونها رو در خارج از خاک آذربایجان به روی صحنه بیارم، که این خودش قدمی بود برای معرفی باله آذربایجان در اروپا. در سال 2006 با شیرین همسرم که دکتر داروساز آشنا شدم، که این آشنایی منجر به ازدواجمون شد. شیرین از زمان آشناییش با من حضانت و فرزند خوندگی این فرزند مجازی رو هم به عهده گرفته. باله ایران و تمامی آثاری که تاکنون به وجود آورده تبلور آرزوی دیرینه‌ایه که مثل فرزند برای من عزیزه. فرزندی که در حال بزرگ شدنه و در آرزوی دیدار وطنش و خون ساختنش در وطن پخته تر میشه و خودش رو برای فردایی رویایی تر از دیروز آماده میکنه.